یکشنبه گذشته امین انصاری فر، پدر فرزاد که در آبان 98 در خیابانی در بهوان به ضرب گلوله کشته شد، همراه با پسر دیگرش آرمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شدند. کم و بیش همزمان شعبه یک دادگاه انقلاب ماهشهر برای دختر آقای انصاری فر، فرزانه، به جرم دادخواهی برای برادرش به 4.5 سال زندان محکوم شد. رسما فرزانه متهم شده به تماس با روزنامه‌های معاهد خارج از کشور، تماس با دولت‌های خارجی و همچنین پخش اکاذیب. امین انصاری فر اولین فردی بود که در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در ماه نوامبر گذشته به عنوان شاهد حضور پیدا کرد، البته از طریق اینترنت و با صورت با چهره باز و نام و فامیل خودش اونجا نشست و شهادت داد و به پرسش‌های قضات و دادستانی پاسخ داد. ما برای گفتگو در رابطه با بازداشت آقای انصاری فر به سراغ شادی امین در برلین خواهیم رفت. شادی امین از مدیران عدالت برای ایران است. عدالت برای ایران همراه با سازمان حقوق بشر ایران و نهاد فرانسوی همه با هم علیه اعدام برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هستند. فکر می‌کنید که با بازداشت دو تن از اعضای خانواده انصاری فر و محکومیت 4 سال زندان برای یکی دیگر از اونها، می‌خواهند صدای دادخواهی رو خفه کنند یا میخواهند دیگران رو بترسونند که با تریبونال آبان و یا با هر گونه حرکت دیگری در جهت محاکمه سران این نظام، جنایتکارانی که در این نظام حضور دارند، ممانعت به عمل بیاد؟ خب اطلاعاتی که ما داریم، اول بگم که من ابراز تأسف میکنم و بسیار متاسفم از اینکه کسانی که این همه آسیب دیدن، عزیزشون رو از دست دادن، مجدداً به دلیل اینکه در مورد این موضوع حرف میزنن و در جستجوی قاتلین فرزندشون هستن، چنین مورد فشار و سرکوب مجدد قرار میگیرن، دستگیری و بازجویی و غیره. ببینید، اولا نه اولین مورده و نه اولین مورد خواهد موند. واقعیت اینه که آنچه در تریبونال آبان اتفاق افتاد، در تریبونال بین‌المللی مردمی آبان اتفاق افتاد، در جهان تکه، در تاریخ تمام تریبونال‌های مردمی تک هست که زمانی که هنوز اون دولت سرکوبگر سر کار است، کسانی بیان و ریسک بکنن و خطر بکنن و در مورد موضوعی که تنها 2 سال ازش میگذره، یعنی هنوز اون مسئولین، اون کسانی که در این سرکوب و کشتار نقش داشتن، سر کار هستن، خطر هنوز موجوده، ولی بیان با نهادهای بین‌المللی حرف بزنن، در مقابل دادگاه ظاهر شن و در واقع ادعای شکایت از مسئولین این کشتار بکنن. خب کاری که آقای انصاری فرد کرد به عنوان پدر فرزاد در روز اول دادگاه در نوامبر سال گذشته، در سالگرد، دومین سالگرد حوادث و اعتراضات آبان ماه، بسیار شجاعانه بود. ایشون اومد در مقابل قضات مسائلش رو مطرح کرد، در مورد فرزاد حرف زد و توضیح داد که چگونه گلوله خورده، چگونه مسئولین بی‌اعتنایی کردن به شکایت اینا و چگونه دختر دیگرشون امروز به دلیل دادخواهی برادرش دائم تحت فشاره. اتفاقا همین شهادت پدر فرزاد، یعنی آقای انصاری فر، بسیاری رو تشویق کرد به اینکه بیان و دادخواهیشون رو با دادگاه آبان مطرح بکنن، که همون روز اول ما 85 خانواده و بازمانده کشتار آبان رو داشتیم که رجوع کردن و خانه ارائه شهادت شدن. این آن چیزی است که جمهوری اسلامی دیده و فهمیده، یعنی صدایی که از ایشون به اعتراض بلند میشه، دادخواهان بسیاری رو حول خودش جمع میکنه، مردم رو به در واقع همدلی با این خانواده فرا میخونه و خانواده های دیگه. من امیدوارم که این فشارها رو
در واقع شاهدش باشیم که با اعتراضات وسیع عمومی کم میشه. در عین حال ما خودمون رو به عنوان برگزار کنندگان این تریبونال، این دادگاه مسئول احساس میکنیم و با وجود اینکه تمام این خانواده ها عملیات داشتن، تمام شاهدین خودشون تصمیم گرفتن که میخوان با هویت خودشون یا بدون هویتشون ابراز شهادت بکنن، تصمیم اونها بوده و ما به این تصمیم احترام میذاریم. در عین حال ما از تلاش هامون برای آزادی شاهدین و خانواده هایی که در ارتباط با دادگاه آبان در آینده ممکنه تحت فشار قرار بگیرن یا تا کنون تحت فشار قرار گرفتن رو انجام خواهیم داد. ما نامه هایی به سازمان های بین المللی، به نهادهای مربوطه ارسال کردیم. از برخی از نهادهای حقوق بشری دولت هایی که دست اندر کار بودن خواستیم و در آینده اینو افزایش خواهیم داد که به رسیدگی بکنن به وضعیت به ویژه خانواده انصاری فر که داریم میبینیم که هم دخترشون، هم دستگیری پسرشون و هم پدر خانواده در واقع ادامه سیاست کشتار و سرکوب وسیع یک خانواده در دهه 60 که تو اون دوره شاهدش بودیم. به نظر میاد جمهوری اسلامی با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی این سیاست رو میخواد تداوم بده. باید با جدیت جلوش ایستاد و به نظر من هر کسی هر جایی میتونه با نوشتن نامه، با اعتراض، با طرح موضوع توسط به نهادهای بین‌المللی جلوی این سیاست رو بگیره.